سلام وقت بخیر به برنامه اوج خوش آمدید. مهمان من امشب آقای استاد محمد محقق، معاون ریاست اجرایی. بسیار تشکر از اینکه فرصت دادین آقای محقق. تشکر از شما. در آغاز می‌خوایم بپرسم سطح نارضایتی مردم افغانستان از حکومت وحدت ملی به اوج خود رسیده، چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. البته با توجه به این که پیوند بسیار اما تنگاتنگ بین جنگ و ناامنی و نبود اقتصاد با افکار عمومی هست، میتونه اینا افکار عمومی را در صورتی که بهبود پیدا کنه به نفع حکومت تغییر بده و میتونه که اگر در صورت بهبود پیدا نکنه به ضرر حکومت. با توجه به عمق دسیسه هایی که فعلا علیه حکومت جریان داره و یک کشوری یا چند کشوری تروریست پرور به طور سیستماتیک حلقات مختلفی از تروریست ها، از طالب گرفته تا داعش تا بعضی حلقات دیگر، اینا را سازماندهی میکنن به داخل افغانستان و ما با یک جنگ اعلام شده نابرابر از طرف چندین کشور و تروریست پرور و تروریست های دنیا مواجه هستیم. ولی لحاظا ناامنی از سال گذشته آغاز شد، امسال هم اون جنگ بهاری را شما شنیدین که اعلام شد و این تلفات و جنگ ها و طبعا که نتیجه هست که وضعیت اقتصاد هم خوب خراب نمیشه، خراب میشه، این اینا میتونه که افکار عمومی را ناراض بسازن برای از اینکه خب مردم اقتصادش خراب میشه، امنش خراب میشه. اما مردم باید این هم درک بکنه که ما در شرایطی جنگ به سر میبریم. بله آقای محقق، شما از عمق دسیسه ها یاد کردین، با کمک حلقات داخلی در نظام افغانستان عمق دسیسه ها در افغانستان جریان داره و داره تطبیق میشه؟ ما خو اصل پروگرام خو کشورهای معین خارجی هستن و تروریست ها هم حلقاتش معین و معلوم است که اون اعلام جنگ میکنه علیه دولت افغانستان. شاید ستون پنجم هم در داخل باشه که او معمولا شناسایی نمیشه، ولی بعضی هایشان که شناسایی میشه هم خب او را هم مردم میشناسن. اینا همه دخیل است در خرابی افغانستان. آقای محقق، مردم بیشتر از ناامنی رنج میبرند و از عملکردهای حکومت شما، مثل اینکه نزدیک به 2 سال است که وزیر دفاع نداریم و سرپرست اداره میکنه وزارت دفاع افغانستانه، دقیق کشور در حال جنگ را به همین قسم رئیس امنیت درک نداره یا وجود نداره، بعدش هم اکثریت ولایت ها قمندان امنیت نداره و کابل هم شهردار نداره، فکر نمی کنین که این هر روز به موج از نارضایتی مردم می افزاید؟ البته درست است، وزارت دفاع و ریاست امنیت سرپرست است از بین وزارت خانه همی دوتا که دوتا کلیدی هم هست. او خب معرفی شد به پارلمان، متاسفانه رای نبرد و در شرایط جنگ میگن در داخل طوفان اسب تبدیل کردن منجر به غرق شدن صاحبش میشه. فلهذا در شرایطی که جنگ بهاری طالب اعلام شد و داعش هم آمادگی خود وسیع داره، در یک چنین شرایطی یک آدمی که بلد شده به بسیاری از امورات جنگ اگر زود تغییر بتن ممکنه که انکاس زود در جبهات باشه، چون یک کسی که تازه میه و آشنایی زیاد نداره ممکنه که تا جنگ به یک جایی میرسه خرابی شوه. و همچنین وقتی که رئیس امنیت سابق رفت و معاونش که آگاهی به مسائل داره او سرپرست هست، اینا میتونه در دمو اداری جنگ موثرتر باشه. فلهذا تا هنوز ترجیح حکومت همی بوده که آدمایی که آشنایی به اون مسلک هستن و در قسمتی از جنگ سال گذشته بوده
در این شرایط تبدیل کردنش ممکنه که ضرر کنه. فلازا این گپ باید مردم درک بکنن که تغییر در وسط جنگ کمی... اما میشد سال آینده تغییر بکنه. بعدش هم فکر میکنین که بحث سلیقه ها بسیار مهم است در حکومت وحدت ملی یا بحث تطبیق قانون در افغانستان؟ مثلا برای کسی که حکومت ببخشید مجلس نمایندگان رای نداده و سرپرست است و صلاحیت های سرپرست تا وزیر و رئیس را هم شما میدانین. خب اون مرز کردم که خب رای نبرد، این حال تغییر رو در یک چنین شرایطی ممکن است که تاثیر منفی روی جبهات داشته باشد. تا هنوز همین رقم بده، حالا ممکنه تغییر بده، اون بحث دیگه است که کسی رو معرفی کنن. اما تا هنوز ترجیح همین بوده که اینایی که مثلا به جنگ جبهات بیشتر آشنا بوده و جز یک کسی را که حالا تازه بخوایم تا او آشنا میشه که با شرایط کمی خراب نشود. پس ترجیح میتین که سرپرست همچنان یعنی تو هنوز امی رقم یعنی جنگ ادامه داره حالا تو هنوز امی رقم بوده که در فصل جنگ امی رقم باشه، اما باز ممکنه که نظر رئیس جمهور و رئیس اجرایی تغییر کنن و یک حالت دیگه پیش بیاد. آقای محقق بیشتر ریاست اجرایی را سمبولیک میدانن در حکومت افغانستان، حقیقت است؟ یعنی یک پست تشریفاتی؟ صلاحیت های ریاست اجرائیه و ریاست جمهوری برخواسته از توافقنامه چوکات حکومت وحدت ملی است که به اساس توافق دو تیم انتخاباتی پیش آمد و فیصل همینطور شده که رئیس جمهور تا یه فرمانی همون صلاحیت های معین شده ای که هست اونها را برای اجرائیه بسپارد. اونطوری که ما معلومات داریم تا هنوز مکمل یعنی نشده، دو سال قریب میشه دیگه. اما این یک نقصه است، امیدوار هستیم که این نقصه جبران شد. آنچه که بحث تطبیق موافقتنامه ایجاد حکومت وحدت ملی مطرح میشود، آقای محقق مردم بسیار نگران هستند موادی که در توافقنامه آمده باید تطبیق شود و عملی شود، از جمله برگزاری لوی جرگه قانون اساسی و تغییر پست ریاست اجرایی به صدارت. در توافقنامه چارچوبه حکومت وحدت ملی آمده که ریاست اجرایی در بعد از انتخابات پارلمانی و تکمیل نصاب لوی جرگه و تغییر قانون اساسی در بعضی مواردی که لازم است تعدیل و البته تعدیل قانون اساسی ببخشید، این مسائل تا یک حدی را یک زمانی را برش پیش بینی کرده، اما دقیق نه در کدام زمانی تطبیق میشه دقیقاً دو سال گفتن بستگی به شرایط داره که چطور میتونه و انتخابات برگزار شود، بودجهش، امنیتش، یا ای که یک کمی به تاخیر پیش میشه. این کدام البته در این حکومت هایی که ماده 15 سال داشتیم همیشه به دلیل شرایط استثنایی افغانستان فکس به مو موقعش نشده، یک کمی پس پیش اگر شود. و در مورد برگزاری جرگه همچنین خواهد شد؟ خب جرگت خب متخذ از انتخابات هاست، پارلمان مکمل باشه، شورای ولایتی مکمل باشه، شورای ولسوالی مکمل باشه، باز از بین زی همون کسایی که در لوی جرگه در قانون اساسی تعبیر شده بازو یعنی چی میشه به اساس رو دایر میشه. بیشتر گفته میشود که ریاست اجرایه یکی از توافقات اصلیه که با رئیس جمهور کرده بود در توافقنامه اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان بود. شما میبینین که تنها فرمان رئیس جمهور یا بحث تعدیل یا بحث موارد دیگر در مورد اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان و جنجال ها و کشمکش ها همراه است؟ چرا آقای محقق مردم انتخابات شفاف میخواین و هنوز حکومت وحدت ملی دیده میشه که ظاهرا اراده نداره؟ گام های برداشته شده در جهت اصلاحات ولی کافی نیست و او اگر اصلاحات کافی برداشته نشود نه مردم خود قناعت کرد و ما هم دو نظر موافق نداریم، باید اصلاحات اساسی و قابل قناعت مردم باشه. اما میگن اصلاحات از نظر ریاست اجرایی در کمیسیون یک چیز است و از نظر ریاست جمهوری چیز دیگر. تا هنوز یک چند چیز محرز نیست،
یعنی هر دو تا بر تاکید داره بر اصلاحات انتخاباتی. اما باید دو سال طول بکشه آقای محقق. این دو سال نزدیک به دو سال است از ایجاد حکومت وحدت ملی، اما هنوز چهار نفره که در اونجا باید تغییر تبدیل شود یا اصلاحات دیگر به وجود نامده. فکر نمیکنین که حکومت به نحو وقت کشی میکنه؟ البته از کندی روند کار هم در سه تقرری ها و اصلاحات و هم در پروژه ها و اینا شاید هیچ کسی راضی نباشه. در حکومت، در جامعه جهانی همگی خواهان تسریع هستند. حالا ببینیم که چی میشه. اما پاسختن برای مردم افغانستان چی است؟ دو سال است که نظام انتخاباتی افغانستان اصلاح نشده، در حالی که یکی از شرط های ریاست اجرایه اصلاحات سیستم یا نظام انتخاباتی افغانستان بود. گرچه من نمیتونم از تمام طرف کلیت نظام گپ بزنم، دیگه بیشتر اما بحث 50-50 مطرح میشه آقای. ولی تا جایی که دیگه سویجای بالاتر از صلاحیت ما میشه، بازره باید از رئیس جمهور، رئیس اجرایه سخنگویشان پرسند. بس دیگر هم بحث امنیت افغانستان است. شما میبینید که امنیت هر روز نسبت به روزهای گذشته بدتر میشود. آقای محقق، ریاست اجرایی افغانستان در مورد امنیت افغانستان برنامه دارد یا نه همه برنامه ها طراحی شود از سوی ریاست جمهوری افغانستان؟ یک دو حکومت نیست، یک حکومت است. طبعا پروسه صلح زیر نظر رئیس جمهور پیش میره و او ریاست اجرایی هم دخیل است. ابتکار عمل بیشتر از طرف رئیس جمهور است. ما هم تا هنوز که میبینیم گاهن بر وفق مراد است، گاهن نیست، اما کلیتش خوب است. رئیس جمهور به موقع عکس العمل داره، مثلا دوباره صلح زیاد امیدواری ها داد بر مردم و صادقانه هم پیش رفتن در این مسئله کل نظام. اما وقتی که طالبان جواب کردن و اعلام جنگ کردن و اون جنایت وحشتناک را که اونا انجام دادن در پل محمود خان که صدها نفر زخمی و 60-70 نفر هم شهید، این مسئله که اکثرا هم غیر نظامی و اطفال نام بودن، خب در این مسئله عکس العمل بسیار مناسب نشان داد از طرف حکومت. رئیس جمهور به صراحت اعلام جنگ کرد علیه از این جنایتکارا. یعنی خوب است عکس العملش. اون شما دیدین که او اگه جامعه عملی و تطبیقی پیدا کنه، یعنی عکس العمل به موقع در هر جواب نیکی نیکی جواب بدی بدی است. زمانی که مقامات پاکستانی می هم ریاست اجرایی اونا را به آغوش میگیره هم ریاست جمهوری، حادثه شاشهید شهر کابل سال گذشته شما همچنان بیاد دارین. دقیق جدیت حکومت وحدت ملی همین گونه بود که حالا در مورد پل محمود خان جدیت از خود نشان میده، اما سه هفته بعد همه چیز فراموش میشه. چرا واقعا روی استراتژی مدون با پاکستان راه نمی روید آقای محقق؟ خب بهتر است که کشوری که یاد کردین او چی است، شاگرد بسیار همو علاقات کلان دنیا است، او استاد خود بازی می ده افغانستان خود کمی آسانتر است باز دادنش. متاسفانه همین تر است که وقت که باز مهار میکنن زود قضیه. و حتی حکومت وحدت ملی را فریب دادن؟ تا هنوز متاسفانه خب این بار بار همی گپ تکرار شده از زمان کرزی صاحب تا حالا. اینا بازی های بسیار خوب بلد هستن. اما اگر سیاست مدار فریب بخوره، آن هم در سال اول حکومتش، به چه معنی است آقای محقق؟ با سال دوم شاید فریب نخوره. اما شما دارین میبینین که فریب میخوره حکومت وحدت ملی؟ اینه باز میبینیم که چی خواهد شد. و اگر فریب خوردن؟ فریب خوردن نمریشون پیش مردم کم میشه دیگه. حالا فکر میکنین نمریتن پیش مردم زیاد است آقای محقق؟ از این کدام کم میشه باز دیگه. بحث پروسه مصالحه با حزب اسلامی چگونه پیش میرود؟ به وفق مراد ریاست اجرایی پیش میرود یا نه؟ حزب اسلامی بعضی شروطهایشان تخفیف شده، یعنی نزدیک به جرامن است دیگه. بعضی ما همه کم گام های چیز برداشتیم،
بر پیش آمد حکومت، اونا همه کمی تعدیل شدن. بسیار محتمل است که توافق با حزب اسلامی درباره صلح صورت بگیره. همین دیروز رئیس جمهور، رئیس اجرایی و بعضی بزرگا، گرچه من زکام بودم به جلسه نرفت رفتن نتونستم، اما شنیدم که جلسه خوب بوده. امروز هم یک جلسه در قصر سپیدار است که ما هم در اونجا خود بودیم. اگر وضعی سیم ایجاب کرد اونجا هست خود رفتم دیگه. انشاءالله امیدوار استیم که مسائل کمی خوب شود با حزب اسلامی، کارو نزدیک شود. حزب اسلامی چند پیشنهاد که داره و قرار است که رئیس جمهور هم پای و پیشنهادات امضا بکنه، حذف نام آقای حکمتیار از لست سیای شورای امنیت سازمان ملل متحد که این صلاحیت جامعه جهانی است، آزادی بدون قید شرط اعضای حزب اسلامی که به اساس فعالیت‌های سیاسی در افغانستان در سال‌های گذشته دستگیر شدند، و همچنان اهدای یک لقب برای شخص آقای حکمتیار. اگر شما در رأس حکومت وحدت ملی باشین، چه لقب برای آقای حکمتیار میتین آقای محقق؟ اینطور است که این شرط ها که است، بعضیشون به یک جای دیگه هم مرتبط است. مثلا از نظر ما خو مشکل نداره که آقای حکمتیار وقتی که شرایط را قبول کنه و سر صلح پیش بیاره، خو در لیست سیاهی نباشه، نظر ما همی هست، نظر حکومت هم همی هست. اما یک گوشش به سازمان ملل مرتبط است. ما تلاش میکنیم که کار کنیم که تا این حکومت کوشش میکنه که تا همی نام از لیست بکشه. اما یک طرفش به اونا هم مربوط است دیگه، نه که اونا تو چه حد کنار میه. اما تلاش خود ما میکنیم. یک مثلا مسئله زندانی ها هم اونایی که عضویت حزب اسلامی دارن و به کدام جرم چیز که پیامدهای حق العبدی داشته باشه نباشه، او را هم از چینل امو قوانین نافذه کشور سعی میشه که او حل شد مشکلشان. خب لقب برای جناب حکمتیار هم شبیه امو چیزی که در باری نامش است، ما کدام مشکل نداریم در این مسئله. یعنی حکومت هیچ مشکل نداره؟ اگه پروسه عملی شود کدام مشکل نداره. اما از مردم، شما ممکن در منزلتان و در دفترتان روزانه با دهاتان ببینین و این کسانی است که به شما رأی دادن، مشوره کردین؟ یعنی شمایی که حالا در سیاست هستین و ادعا میکنین که 50% قدرت را هم ریاست اجرایی داره، مشوره کردین که باید با حزب اسلامی مصالحه شوه، بعدش هم لقب داده شوه؟ حالا نه آقای حکمتیار، کسانی که متهم به جنایت جنگی در افغانستان هستند. منظور من یک شخص نیست. نه، من خو عرض کردم نه، دو بخشش مرتبط است. یک گوشه به طرف ما، یک گوشه به طرف سازمان ملل و به قوانین نافذه کشور. نه، او از طریق قوانین نافذه کشور میشه که زندانیا دربارش تصمیم گرفته شود که رئیس جمهور صلاحیت عفو بعضی موارد دارند که اونا یک جنبه عقل عبدی نداشته باشه، اون کار از اون طریق میشه. نظر دولت همی هست. مسئله سازمان ملل هم تلاش میکنیم که برقم شه. درباره داده اعطای لقب بستگی به عملکرد جناب حکمتیار صاحب داره. اون اگر به وقت سر صلح به میان بیاره یک آدمی که به صلح آمد، خب قوانین درباره صلح همی هست دیگه. کمی خوی پیامدهای صلح مثبت است دیگه. باز او وقت افکار عمومی هم ایجاب میکنه که به خاطر مصالح کلی کشور و مصالح نظام باید اکثری گذشته رو حکومت بکنه دیگه، مطابق قانون مصالح ملی که از طرف پارلمان پاس شده. خب اما بستگی داره که باز او لقب چی هست، اون گپ هم هست دیگه. باز او هم در بارش من دقیقا نمیفهم که چی تقاضا کرده لقبو. دقیقا اونا مثال گفتن، لقب که بر شهید مزاری داده شده، لقب که به استاد ربانی داده شده، لقب که به شهید احمد شاه مسعود داده شده. طبعاً گفتن همسان با این لقب باشه. طبعاً لقب هایی که بر شهید داده میشه، خب برای آدم زنده داده نمیشه.
او خدا را باز نگو تو که آرزو نمیکنم که در او شهید شد که اگه لقب شهید دو بودن حتما اگه لقب مناسب برش و حکومت در نظر میگرد. اما آقای محقق، موضوع شهروندان هم بیشتر مطرح میشه. اینکه شهروندان چه ذهنیت دارن در مورد گروه های سیاسی یا نظامی که عملا در جنگ با حکومت افغانستان بودن، با مردم چرا مشوره نمیشه؟ مثلا از طریق جرگه ها، از طریق نماینده مردم در مجلس؟ خب طبعا اون باز مشوره میشه دیگه، اون را موقعش که برسه با نماینده مجلس، نماینده مردم است، میشه که با نماینده مجلس مشوره. یک رفراندوم خب نمیشه که چی کنیم، دوباره مجلس حتما مشوره میشه، با اعضای هیئت رهبری دولت مشوره میشه که چی. و در مورد طالبان چه فکر میکنین که طالبان هم حاضر شوند شاخه ای از طالبان به صلح رو بیاورن؟ طالبان گرچه خب ماهیتا به نظر من که خب از نگاه تفکر همه ایشون یک نوع تفکر دارن، اونو تفکر انحصار و تفکر به دست گرفتن تمام قدرت، یا همش همه چیز یا هیچ است. این تفکر هر افراطی و هر همو چی میگن انحصارگرا یا تمامیت خواه همی است که از روی جنگ، از روی زدن، از روی کشتن، از روی قتل عام، از روی درد دادن، یا همه چیزی بگیری یا هیچ چیز نگیری. این تفکر عمومیشان است. اما خب کسای دیگه وا میگه که ما امارت هستیم دیگه، دیگه همه بیه قد ما کار کنیم. اما باز در باری میزان خشونت و جنایت باز تفاوت تا یک حد داره دیگه. بعضیشون این حادثه طبعا پل محمود خانه که ایجاد کرده رو همه از اینا مردمونی در جنایت بخی پیشرفته هستن دیگه که ایطور یک چیزی که فکر نکنه که این نظامی کشته میشه، غیر نظامی کشته میشه، به کی میخوره این بم. خب این گپ هاییست که اونا بر از نوع انسان، انسانیت مفهوم نداره دیگه. اینا بس تفاوت هایی دارن اما شدت ضعف داره. بله، و طرف دار این هست این که بیشتر طالبان از بین بروند تا اینکه هر روز حکومت تضرع بکنه که بین به پای میز مذاکره. ما طرف داری از بین رفتنی که هیچ بنده خدای نیستیم، منتها وقتی کسی خشونت بکنه و جنگ بکنه طبعا او را خدا هم گفته، مردم هم میگه، همگی که باید با او به شدت و خشونت متقابل رفتار شد. آنچه که بحث استراتژی جدید حکومت افغانستان در برابر طالبان مطرح میشه که یعنی پافشاری بیشتر حکومت برای جنگ با طالبان داره. او را خب رئیس جمهور هم گفت که ما قصد نابودی اجنا رو نداشتیم اما اینا مجبور کردن. آقای محقق، ارزیابی تان از عملکردهای رئیس جمهور نه به عنوان یک رهبر و نه به عنوان یک مسئول ارشد حکومتی، به عنوان یک شهروند چه است؟ خب دیگه رئیس جمهور است، صلاحیت قانونی خود داره. یعنی باید همه خاموش باشن؟ نه خاموش نباشن. مثلا شما میبینین که زمانی که رئیس جمهور تصمیم میگیره که یک شخص تا آخر حکومتش یا تا نیمه حکومتش سرپرست بانه، بسیار موارد هم ریاست اجرایه هم که شما معاونانشان هستین خاموش می باشین. آقای محقق، ما خب مجبوریت ها رو در بعض شرایط درک میکنیم، فلحاظا مطابق همون برداشت خود کار میکنیم. و بسیاری ها که هستن از مجبوریت ها و شرایط های فشاری که در داخل است دور متنی نیستن که پیدا کردن یک وزیر با یک مشخصات می کار ساده نیست. نه تنها وزارت دفاع هم نیست، در هر وزارتی که به امور رشتهش یک آدم خوب بفهمه و وارد شده باشه، به زود زود رو پس کردنش و باز پس دوباره جایش کسی رو پیدا کردن این یک چیزی نیست که مثل یک پیجموری ماشین جور کردگی باشه او رو جایش بلافاصله تایید کنی، یک رو بکشه یک رو تایید کنی. اما باز پیدا کردن یک چنین آدمی، باز رأی گرفتن از پارلمان دیگه مشکل. این مشکلات های حکومت هم باید درک کرده. اما مردم هر روز میگن که اینجا قحط و رجال نیست.
زیاد کسانی هستن که خیلی هم صادق هستن و خیلی هم تو رجال هم هست تا یک حد اگر دقت کنیم ما و شما 40 سال در جنگ هستیم دیگه در این جنگ همه افراد کرامت در دوره های مختلف شهید شدن یا کشته شدن یا مهاجر شدن دقت تو رجال هم تا یک حد در هست اگر بگیم افراد با تجربه و کارا یعنی اگر شما هم رئیس جمهور میبینین به همین شکل نگاه میکردین که سر 2 سال سرپرست و میگفتین قحط رجال است؟ شاید در کسی تفاوت هایی در کار و کردار باشه بین شخصیت ها و اینا اما ولی یک سری مجبوریت ها رو باید آدم درک کنه. بیشترین موارد گفته میشود که حکومت وحدت ملی حالا به هر شکل که شده خیلی هم متحد به سرنگونی طالبان در افغانستان نیست. یعنی چند روز میان و ذهنیت همه را به طرف دیگر شکل میتن بعد کار خود را پیش میبرن. خب در حدیث شریف هم بوده که ظن بالمؤمنین خیرا در پاره برادرهایتان نیت خیر و گمان خوب داشته باشین. فکر نکنم یک چنین چیزی باشه. موضوع دیگر موضوع این است که فساد همچنان به اوجش باقی مانده. شما هم فریاد می زدین به بین مردمتان که اصلاحات میارین در نظام و حکومت افغانستان. آقای عبدالله همچنان و از معاون اول آقای عبدالله که خیلی کم صدا مبرمد. رئیس جمهور هم بسیار چیغ می زد که فساد را محو می کنند. اما شما می بینین آقای محقق که هر روز سطح فساد بلند می رود. دلیلش چی است؟ البته این قضاوت نمی فهم که از گذشته که فساد بلند رفته یعنی که پایین آمده؟ دقیقاً امید طرف که من می آمدم سیگر یکی از اداره های تفتیش آمریکایی است که کار می کنه در این راستا. اونا اطلاع دادن که سطح فساد بلند رفته و پایه های حکومت هم در حال لرزان و سست شدن است. سیگار شاید بو بررسی زمانی حکومت گذشته را کرده باشه دقیقا 24 ساعت پیش امی راپور نشر کردن سطح فساد بلند رفته بدون شک دیگه از امیدارات از ربطش پرسان شد و از دیگه گفتم یک کمک باز مورد است که ما دو بارا قاطع گفته نمیتونم رو باید از بالاتر ها پرسان شد ریاست اجرایی در این مورد دخیل نیست؟ ریاست اجرایی را پرسان میکنم باز از ما سخنگویش پرسان کنه که بیشتر در جریان است اما معاون ریاست اجرایی چه؟ معاون ریاست اجرایی شاید بعضی موارد نتانه پاسخ بگه آقای محقق مشوره های شما برای شخص رئیس اجرایی و رئیس جمهور در مورد طالبان چی بوده است؟ با طالبان چه کار شود؟ طالبان البته هر که بامش بیش برفش بیشتر خو رئیس جمهور رئیس اجرایی بیشتر دهی باره میتونه که گپ بزنه و بگویه که چه شود نشود ما زیاد حرف دهی باره نمیزنیم برازی که اما مردم بر شما رای دادن و توقع دارن آقای محقق خو رای به می نظام داده دیگه در هست که رئیس جمهور است رئیس اجرایی است خب باز از امونا امو استراتژی اساسی رو پرسان شو من در این رابطه مصلحت نمیبینم که بگویم که چه کار شو و دقیق بر رئیس جمهور هم مشوره ندادیم؟ استراتژی خود رئیس جمهور اعلان کرده اما آقای محقق این گونه که نمیشه وقت انتخابات بین بگوین برای مردمتان که ما این کار میکنیم این کار میکنیم این کار میکنیم و حالا که 50% قدرت را ریاست اجرایی در اختیار داره بعد بین بگوین که صلاح نمیبینیم واقعا این انصاف است نه اوی طور است که رئیس جمهور که میگه صحیح است رئیس اجرایی که گفت صحیح است دیگه باز هر کس استراتژی تعیین کنه و خوب نیست اما استراتژی که تعیین شده ما راضی هستیم از این کاری که یا کردن موضوع دیگر هم پاکستان است شما میبینید نشست 4 جانبه برگزار میشه نشست های دیگر برگزار میشه بالاخره هر کاری که حکومت وحدت ملی میکنه پاکستان دقیق اون پلان که داره مطابق به اون پلانش بشه حکومت... یک سانتی عقب گرد ندارن ما مسئله 4 جانبه را قبلا موضع خود گفتیم رد کردیم 4 جانبه در دوام نمیکنه برزی که حساسیت های منطقه را زیاد میکنه
چهار جانبه که تصمیم گرفته شد، دی طرف روسیه میمونه، ایران میمونه، کشورهای دیگه بیرون میمونه، اونا مجبوره که باز مگه خبیه که یک چهار جانبه دیگه ما جور کنیم، دفعه اونا آوازش میبره که قطال با گب زن. این را من به سفیر اتحادیه اروپا هم گفتم، به سفیر انگلیس هم گفتم، به بعضی مقامات امریکایی هم گفتم که اینطور نکنید که دنیا سر طالبا تقسیم شود، مخالف و موافق طالبا. از ما اول جامعه جهانی باید وحدت خود در برابر توریسم حفظ کنه، در برابر طالب دعای شهر که باشه و یک پارچگی خود حفظ کنه. ای تو نشوه که یک جماعت بره بگه که ما در سال اختیار دارستیم و جماعت دیگر بیرون مونده و خراب میشه. این قبلا گفتیم، من حالا ما طرفدار چهار جانبه نیستیم، طرفدار چند جانبه هستیم. شش به علاوه یک میگه هشت به علاوه یک میگه اینطوری شو. مثلا کدام کشورها دخیل شود؟ مثلا هند، روسیه، ایران، اینا کشورهایی هست که نمیتونه اینا رو نادیده گرفت. اینا بسیار دخیل هستند در قضیه. و نشست چهار جانبه ناکام بود. چهار به علاوه چهار شد. اول ما میفهمیم ناکام، ولی ناکام است. آقای محقق، با اینکه شما هم میدانستین و تعداد مردم افغانستان، کارشناسان و وکیلان در مجلس هم میگفتن که این پروسه ناکام است، ولی چرا حکومت داره وقت خود را ضایع میکنه روی این مسائل؟ گفتیم این نقطه نظری که ما اختلاف نظر داشتیم میره گفتیم. موضوع دیگر هم وضعیت افغانستان خیلی شکننده به نظر میرسد. باور دارین که حکومت وحدت ملی زمان کاری خود را پوره بکنه؟ آن شما دیدین که عملیات عمری با کشفش اعلام شد، کار از پیش نبرده. اینجا اتفاق میده میشه که حکومت استوار است. نزدیک به 100 نفر در شهر کابل کشته شدن در اولین اقدام طالبان. نه او کشته شدن، شهید شدن یک پاک یک مسئله است، خود جنگ بود میشه دیگه. اما این که طالبا کدام جایی رو گرفته یا کدام برتری پیدا کرده، یک انفجار در هر جای دنیا میشه. در فرانسه که آرامترین جای دنیا بودم چند صد نفر کشته و زخمی. اما در فرانسه در یک دهه ممکن یک بار شوه، اینجا در افغانستان هر روز انتحار انفجار میشه. این چاشنی چرا دنیا چشیده رویستن در کل جایا؟ بروکسل رفت مرکز ناتور زد دیگه. یعنی حمله با بروکسل براعت باشه برای حکومت وحدت ملی آقای محقق؟ یعنی نه براعت نه، یعنی میتونه اینو در هر جو یک جنایت رو بکنه. آقای محقق، بس دیگر اپوزیسیون حکومت وحدت ملی میگه که این حکومت نتیجه نداده، باید انتخابات زود هنگام برگزار شوه. آقای سیاف هم گفت که ما بدیل حکومت افغانستان را اعلان میکنیم اگر اصلاحات به وجود نیاید. پاسختن برایشان چه است؟ کسانی که اصلاحات زود هنگام میخوان و کسانی که طرح بدیل حکومت را میریزن. یکم که فکر میکنم که عجله بوده، چون در صورتی که اگر حکومت خدا نخواسته از هم بپاشه یه گپ، یا این که حکومت وحدت ملی با تفرقه بی انجام این گپا زمینش هست، اما غیر صورت خب باید انتخابات آینده شوه. انتخابات آینده خب وقتش بر نرسیده مطابق قانون دیگه، اونو باز یکم اشکال. انتخابات زود هنگام چه؟ انتخابات زود هنگام ما در قانون کنم مجرای برشی رقم پیش بین نشده که اگر یک اپوزیسیون یک طرف خواست و مطرح شود. و اگر حکومت نتیجه ندهد چه؟ یعنی کار ازش ساخته نمیشه. اگر خدا نخواسته به یک جایی میرسه که باز او ایجاب او شرایط میکنه، باز او طبعا نمیتر میشه، او چی بخوایی نخوایی نمیتر میشه دیگه. اما حالا خب ما روال و قدر زیاد او مسیر نمیبینه. اگر مقایسه بکنین حکومت وحدت ملی را با حکومت گذشته، یعنی در اصل حکومت که آقای کرزی حضور داشتن، چگونه ارزیابی میکنین؟ بهتر یا بدتر؟ حکومت آقای کرزی در شرایط بود که همه دنیا به افغانستان هم کمک میکرد و هم 140 هزار نیروی نظامیشان بودن. طبعا او یک کمک ثبات بیشتر در زمان بود. اما کارهای زیربنایی در این زمان، زیربناها بیشتر سرش توجه شده، در زیربنای سرک ها، برق و دیگه. شما میبینید که حالی نمونه های شقای محقق، مثلا زیربنای امیل لین 500 کلوولت که تیر شده رایسته، البته مسئله بگو مگاه هایی که از زیر را و زور را برای بحث دیگه است که برای ما
ملاحظه خود جدن در اون مسئله داریم. منتها ای است پروگرام یک مسئله چی هست و ملاحظه شما چی هست در اون مورد؟ خب او را قبلا گفته شد که از مسیر بامیان کمپنی فشنر در 2013 فیصله کرده بودن که از مسیر بامیان بره که او را هنوز هم مردم تقاضای جدی دارم و ما هم نظر ممو هست و رئیس جمهور طبعا یا حکومت نظر دیگه دارم. و موضوع دو مسئله اختلاف نظر در سطح امی که کدام را بهتر است وجود داره، اما در اصل موضوع یک کار بسیار کلان است که در سراسر افغانستان یا اکثر جای افغانستان برق میرسه، بسیار مهم است. در رابطه با موضوع بندها و بندهای آب و اینا در مسائل مختلف، این رئیس جمهور دید اقتصادیش، دید زیربنایش به نظر من قوی تر میرسه. اما مردم هنوز در فیسبوک های خود نوشته میکنن که حکومت وحدت ملی یک نان ما را نیم نان ساخت. بر دهقان بامیان هم شما هم رئیس جمهور وعده داده بودین که کچالوی بامیان را تا بازارهای اروپا میرسنین. متاسفانه که تا بازارهای کابل هم نمیرسه و دم بامیان گندیده میشه. او از روی بحر وصل میکردن یا از روی خشکه؟ حالا هرچی که میگفتن دقیقا شما هم وعده داده بودید. این وقتی که بارانا میشه که کابل چی شد نی؟ همی بسیار آب زیاد جمع میشه، گشت و گذار در سرک مشکل میشه. فیسبوک نوشته شده بوده که بعد از احمد شاه بابا امیر غنی بابا گفته که افغانستان را به بحر وصل کرده. او گپای شوخی های فیسبوکی را ما علیده میگیریم دیگه، ولی نه کار خوب است. بله شما به موضوع خوب اشاره کردین آقای محقق. روز که باران میشه از اینجا تا دفتر کاریتان میرین، ارزیابیتان چی است و یعنی به دلتان چی میگین در مورد حکومت؟ واقعا پذیرفتنی سمی حاله؟ حال چیزهای پروگرام های داریم که وضعیت کابل بهتر شود. مثلا حال یک زون کابل بزرگ، یک خود یک نهادی به وجود آمده که سر از کار میکنه کابل یا پایتخت، زون پایتخت، که اونجا سر چند چیز کار میشه. سر اینم آبهایی که جذب آبهایی که در ایام باران اینا چیز میشه، اینا را ذخایر زیرزمینی که ذخایر آبی که به اون هدایت شد به اونجا، حل مشکل زمین دیگه، دریای کابل دیگه، سرک های حلقوی، مناطق غیر پلانی شهرها، این چیزا در پروگرام است که انشاءالله در آینده میشه دیگه. خب یک حکومت هم یک و نیم سال شده دیگه، این کارا برنامه هایی که خوبی استه گرفته شده. با مقایسه 15 سال حکومت قبلی باید از اون هم بیشتر پرسان شده که چطور این کابل در این حالت ماند. ای امیدوار هستیم که این حکومت از 5 سال اول خود یعنی مشکلات کابل تا یک حد داره به یک جای برسانه که حل کنه. آقای محقق، بحث دیگر همین است که حالا زیاد اپوزیسیون ها کسان بودن که در تیم های انتخاباتی آقای عبدالله یا آقای غنی بودن، اما میگن که این حکومت نتیجه نداد، از این رو ما هم آمدیم و مخالف شدیم و میگن که هیچ نوع قدرت هم نمیخوایم در حکومت. واقعا به این باور هستین که حکومت وحدت ملی کارایی چندان نداشته؟ خب من برای از اول عرض کردم که با توجه به شرایط فعلی، جنگ و ناامنی و نبود اقتصاد، اینا انعکاسش در اجتماع هست دیگه. چه اجتماع اپوزیسیونی که امرای یکی دو تیم بوده، اینا هم جز از این اجتماع هستن دیگه. اینا هم ممکنه برداشت های خود داشته باشه، برداشت هایش احترام داریم دیگه. و مسئله ممکنه که گپایشون بسیار هایشون درست هم باشه، اما اپوزیسیون ماناش اینمیست دیگه که همون گپای نواقص حکومت میگه.
ای خواه یک چیز نوی نیست دیگه در تمامی حکومت ها وقتی اپوزیسیون شدی طبعا نواقصش میگی مگر در جای اپوزیسیون باشم شاید خیلی گپای علیه حکومت اشکال پیدا کنم ولی چون اپوزیسیون نیستم اشکالاتش نمیگم یا اینکه شرایط های هست که درک میکنم که یعنی مشکلات به دلیل هست رضا او حالت موزه اپوزیسیونی رو ندارم اپوزیسیون نمیسته که چراغ به دستش هست سعی میکنه که کجا حکومت اشکال داره که اونمو رو بگیره و افکار عمومی رو به نفع خود جهت بده بلد. خب وظیفه اپوزیسیون است که نقایص حکومت بگه تا اصلاح شوه یا ای که حکومت چپه کنه نه از طریق زور این از طریق سیاست در انتخابات بعدی بله چند وعده ای که شما برای قوم هزاره در افغانستان داده بودین یعنی برای سران هزاره در افغانستان دو ولایت گفته بودین میسازین درست است یعنی بهسود باید ولایت شود سه ولایت بفرمایید کدام جاغوری بهسود دیزنگی بله هیچ کدام نشده هنوز حالا حکومت ما 50-50 شده حالا یک تاش که باید اعلام شود در قدم اول در قدم اول ما به زودی ان شاء الله مسفیدا به ما مراجعه کرده بحث شده شروع اجرای اول بعد برای جمهور میکشونیم که جاغوری ولایت شود باز ای چون حکومت 50-50 سر سه شو ادعا نمیکنیم اما یکش خواهی ادعا میکنیم باز ببینیم دویم شم ولی از سه ولایت دست نمیکشیم هیچ گاهی گفتیم که ما چون در سالگرد شهید مزاری پیرارسال گفتم باشم که اگر این سه ولایت ما رسمی نسازیم و بموریم یک دست ما از کفن بیرون خواهد بود و شما منتظری زی باشین که ما انشالله ایره ای خواسته را مطرح میکنیم با رئیس جمهور رئیس اجرایی اول بعد با رئیس جمهور و ای حق مردم است بیشتر رهبران رئیس جمهور من حیث کلان مملکت من حیث رهبر کل از این نظام او باید از ما که بیشتر این شرایط درک کنه چون امیال جاغوری، مالستان، ناور مثل یک ناخن ششم ده کنار ولایت هستن هیچ رولی رو در مرکز ولایت ندارن اینا و پروژه های انکشافیشان میمونه سالها سالها برزی خدمات را نمیشده فلاز اینا یک واحد اداری داشته باشه که خودشان بتانه دوارش تصمیم بگیره و انشالله ایره ما ای دایر بالا کردنی هستیم اما به طوری که خب باز منجر به یک چی نشوه به یک نابسامانی و ما استدلال میکنیم برای اجرایه برای جمهور و جناب دانش صاحب هم به این مسئله موافق است که یک چنین کاری شوه و ما انشالله در نظر ما هست که برای دانش صاحب گپ زیادتر نهایی کنیم و با هم این گپ برای رئیس اجرایی اول مطرح کنیم که برای ما قول داده بود باز دوم برای رئیس جمهور که حالا ما نصف رأی از حکومت که ما برای نظام بردیم خوش شریک استیم دیگه اینجا امیدوار هستیم که انشاءالله این به یک فضای سالم حل شد موضوع دیگر هم چند ولی و چند وزیر بر قوم هزاره وعده شده بود عملی شده؟ اون موضوع تا یک حد در شده ما در بحثی که امرای جناب فیصله که به امرای جناب دکتر سر عبدالله داشتیم خب که یک پنجمی از کابینه باید از هزاره ها تعیین شود و او فعلا همی رقم هست تقریبا همی رقم هست پنج وزیر از جامعه هزاره و شیعه در کابینه افغانستان هست و تعهدات دیگری که به قوم هزاره شده بود واقعا داره عملی میشه یا دقیقا عملی شده؟ خب دیگه مشارکت کمی ضعیف است او را به زمان نیاز داره مشارکت در ساختار نظام در مجموع ساختار نظام پروژه انکشافی در حال قرار داد شدن و در حال جور شدن است در این رابطه اما همه چیز مرهون به یک زمان است تشکر آقای محقق به عنوان آخرین سوال میخوایم مطرح بکنم زمانی که یک حمله انتحاری یا انفجار در شهر صورت میگیره یا دیگر ولایت مردم مقصر ریاست اجرایه و ریاست جمهوری افغانستان را میدانند به دلیل اینکه هنوز حکومت وحدت ملی هیچ یک از تروریست‌ها را اعدام نکردند شما مسئول چه کسان را میدانید
خودتان را که سهمدار این حکومت هستین یا نه گروه های دیگر را؟ رئیس جمهور گمان میکنم که تصامیمی را در حال اجرا داره که اونایی که دستشان به خون مردم آلوده است اونا را نبخشن و احکام قاضی القضات و استرا محکمه را تطبیق کنه. سپاسگزارم آقای محقق از اینکه حاضر شدین مصاحبه داشته باشید. تشکر شما. سلامت باشید. و سپاسگزارم از شما بیننده ها که این برنامه را دنبال کردید. تا فرصت دیگر خدا نگهدار.